سمرت بداره ایشون قرار بود که در این جلسه شرکت داشته باشن و تصدیبانه به علت مشکلاتی که پردر بایی را آخر بوجود من این امکان بزنی نشد. با تأسف از اینکه نتوانستم سال روز 22 خرداد در جمع شما حضور پیدا کنم و پاسخگوی دعوت محبت‌آمیز شما بشوم، فرصت را غنیمت شمرده و در سال روز جنبش ایران یاد برای دستیابی به دموکراسی که در تداوم خاص یک صد ساله آنان است به ایرانیان فعال در این جنبش که هزینه های گزاف در این راه پرداخته و بیگمان در آینده نیز خواهند پرداخت درود می‌فرستم. تظاهرات سکوت ایرانیان مقترز به نتایج انتخابات چهره تازه از ایران به جهانیان ارائه داد که شاید انتظارش را نداشتند. اینکه در سراسر جهان ایرانیان و محافل علاقمند به تحولات ایران سال روز آن را برگزار می کنند به تنهایی نشان می دهد که جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان در مسیر مناسبی است و می تواند با حفظ سرشت بی‌خشونت و صلح‌جویانه خود به تدریج توانمند شده و زیر بار سنگین سرکوب خود را زنده نگاه داشته و پیاپی بر شیوه های مسالمت‌آمیز که برگرفته از فرهنگ کهن ایرانی است تأکید کند. از محافل جهانی انتظار می رود ضمن حمایت از ویژگی های دموکراتیک و بی‌خشونت این جنبش بحث حقوق بشر را عمده کرده و ایرانیانی را که جان و شرافت و امنیتشان در خطر است به هر شکل ممکن مورد حمایت قرار دهد. آرزوهای ایرانیان برای برخورداری از یک زندگی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر آرزویی است متناسب با تاریخ و فرهنگ کهن ایران. مبارزات آزادی خواهان ایرانی تا رسیدن به این خواسته به حق و انسانی در هر شرایط ادامه خواهد یافت. ایرانیان اراده کردند و تا رسیدن به این ایرانیان اراده کردند به موقعیتی دست یابند که حقشان است و آمادگی دارند بهای آن را بپردازند. قربانیان و بازماندگان رویدادهای یک سال اخیر بار دیگر نام ایران را در جهان پر آوازه کردند. درود بر آنها. مهرانگیز Bien, merci. Vous connaissez...